به گزارش نامه آلمانی اشپیگل فراکسیون پارلمانی احزاب دموکرات مسیحی و, سوس و سوسیال مسیحی آلمان طرحی را برای حمایت از اعتراضات اخیر در ایران به پارلمان آلمان ارائه داده و در آن خواهان بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ و جلوگیری از هر گونه همکاری با نهادهای وابسته به دولت ایران شده است. اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که سازمان امنیت داخلی این کشور به شمار می رود سال که این مرکز را زیر نظر دارد و در کنار سفارت ایران آن را مهمترین نمایندگی تبلیغی و اطلاعاتی حکومت ایران می داند. در این گزارش آمده که ایران با کمک مرکز اسلامی هامبورگ در تلاش است شیعیان از ملیت های مختلف را به خود پیوند دهد و ارزش های اجتماعی و سیاسی دولت ایران را در اروپا گسترش دهد مرکز اسلامی هامبورگ عضو از جامعه اسلامی جوامع شیعی در آلمان آی است جامعه که بنابر داده های خودش 150 انجمن و مسجد را نمایندگی می کند که اکثرا زیر نفوذ حکومت ایران و گروه های نیابتی آن در سرتاسر سر دنیا هستند سال گذشته اداره امنیت داخلی هامبورگ نهاد حمایت از قانون اساسی اتهام های جدی و جدیدی علیه مسجد آبی یا همان مسجد امام علی علیه السلام مطرح کرد و گفت به اسنادی دست یافته که نشان میدهند این مسجد یک مرکز مستقیم فعالیت های رژیم اسلامی ایران در کشور آلمان است مرکز اسلامی هامبورگ در سال 1330 شمسی به پیشنهاد جمعی از شیعیان مقیم هامبورگ تحت اشراف مرحوم آیت الله العظما بروجردی و به دستور و نامه ایشان تأسیس شد و مرحوم حجت الاسلام محمد محققی لاهیجی اولین سرپرست این مرکز از سوی این مرجع تقلید تعیین و به آلمان اعزام شد مقامات آلمانی در سالهای اخیر تلاش کردند برای جلوگیری از اینکه مرکز مذکور به محل جهت تربیت و آموزش افرادگری تبدیل شود آن را به وارثین مرحوم آیت الله بروجردی تحویل نمایند تلاشی که به نتیجه نرسید